دره باندر ولسوالی اچینی ننگرهار نخستین برخاستگاه داعش در افغانستان. نیروهای دولتی میگن که دره باندر در اچینی ننگرهار پس از 5 سال از وجود گروه داعش پاکسازی شده. دره ای که اعضای گروه داعش در اینجا آمدند و برای نخستین بار خلافتشان را در افغانستان اعلام کردند. اما در 5 سالی که گروه داعش در اینجا بود، بر سر این روستاها و مردمان آن چی آمده است؟ اینجا کلینیک صحی مردمان این محله بود، اما انگامی که 5 سال پیش اعضای گروه داعش در اینجا آمد، حالا دیده میشه که در اینجا جز ویرانی هیچ چیز به جا نمانده و همه امکاناتی که در اینجا بوده حالا وجود ندارن. با آنکه هنوز هم تعداد ماین در هر قدمی در این محل وجود دارن، نه تنها اینجا بلکه خانه های بسیاری هم یا مانند اینجا ویران شدن و یا هم دار و ندار خانه ها برده شده است. خانه ها در این روستاها یا متروک شدن و یا هم پامال جنگ. و کوتیم رانی را پتیم ساردی، سرکونم راندی، مکتبونم راندی، یالیم رانی، پتو تخمونه و سنشتاش. هر کسی در اینجا درده از جنگ کشیده است و ستمی از داعش دیده است. رخصت پس از آن تفنگ به دست گرفته است که میگوید بیش از 10 روز در این روستا همراه با برادرش اسیر گروه داعش بود. رخصت میگوید او دیده است که گروه داعش در این روستا چه کسانی را سر برید. غزلم ته چو گورم از دې زه ته گورم ما ته یو ډیره په ژوند او په زندګۍ کې دا ډیره جالب خبره ښکاری چې په دغه کلی کې ما سره څومره ظلمونه شوی. مرکز یا کارخانه ماینسازی این گروه همین چند خانه بودند. ظاهرا اینجا یکی از مرکزهای مهم این گروه بوده. دیده میشه که در زیر هر خانه تونل های کنده شده و میترتیب در خانه هایی که اینا مصروف بمسازی و آماده سازی مواد انفجاری از جمله واسکت های انتحاری و این هایی که ضد وسایط اینا را می ساختن، در کنارش دیده میشه که راه های از یک خانه به خانه دیگر هم تونل های کنده شده که اینا از یک خانه به خانه دیگر رفته میتونه. به همین ترتیب در زیر هر خانه این گونه تونل هاست. مرکز ماینسازی این گروه در حدود 2 ماه پیش از سوی نیروهای هوایی آماج حمله قرار گرفته. در بیش از یک هفته گذشته در حدود 800 عضو گروه داعش به حکومت تسلیم شدند. در این میان شمس الرحمن میگوید 2 سال پیش هنگامی که 12 ساله بود عضو گروه داعش شد. در اواتو ډیر مشکل وګنه، یعنی مونږ نه کسان تلی خو هغونه هغو سره مونږ راتلو، خو هغو مونږ نه لاړه، بس بیا مونږ راووتو. اطفال اکثر مدرسه خاص داشت از خودش، نظره و کتابه خاص دارم، مکمل عقیده و قرآن و حدیث. مقام های محلی ننگرهار می گویند که این گروه در این ولایت شکست خورده است. یک مقام امنیت ملی ننگرهار می گوید که بیشتر اعضای خارجی این گروه شهروندان پاکستان هستند. به نام تختو و شندوله در اونجا وجود دارند. او هم تعداد شاید بسیار کم باشه، محدود باشه، مقاومت اونجا کده نمیتونه، چون رای اکمالاتی از یا کتی ورغزایی که او طرف سرحد فرضی است قطع شده. اما اکنون که داعش شکست خورده است و نیروهای ارتش نیز در این بخشا کاهش یافتند، مقام های محلی میگویند برای تامین امنیت این دره راهبردی از خیزش کنندگان مردمی نیز کار خواهند گرفت.